پسر اینجا فوق‌العاده است، لباس ریکا مورتیو داره. ای این چی میگه؟ اون برام فیلماشو میگذاشته. اصلا پسر فوق‌العاده است، فیلم، پوستر، کیپ. اوکی امروز اومدیم بریم الان غذا بگیریم و بعدش هم قرار برم یه آیفون انتخاب بکنم بگیرم. کلا اینجا اینجوریه که غذاش خیلی ارزونه، یعنی اگه شما برای خودتون فقط بخواید تکی زندگی کنید و غذا بگیرید، برای یه نفر خیلی به صرفه تره که بره غذا بیرون بگیره تا خودش بخواد درست کنه. نمیذارم ویدیو بگیرید لعنت بیا. چه مشکلی دارن نمیذارم شما ویدیو بگیرید اینجا؟ بخوام معروف کنم اینجاتون نه فروشگاه اپل که قرار برم یه آیفون ریز بگیرم. تا ریز هم که نیست ولی خب این یه پازش تا خلاص من بگیرم سریع تا گیر ندادن. اینجا گرانز مال بزرگترین مال عمان. کریسمس، تا کریسمس تاو شد، سال میلادیه. بردارم جایزه رو. این هم گرانز مال. کریسمس مبارک. بهشت رو پیدا کردم، بهشت PS5، بازه خب ما کنسول پلی نمیدیم PS5. بهشت سایبرپانک. اینجا هم برای بچه ها فورتنایت باز کلی چی هست، میتونید بگیرید، همه چی هست، خوب. اینجا داره یه پله برقی میره پایین که میره وسط یه دونه قشنگ فروشگاه لوازم خانگی و همه چی داره. اصل خونه اون انشالله از اینجا میگیریم. گیوه‌ای 20,000 تایی شدن اون آودی میدیم.
موزیکاشونو. بیلی کل آلبومشه. پسر اینجا فوق‌العاده است، لباس ریکم مورتیو داره. این چی میگه؟ اون برای فیلماشو میگذاشته. اصلا پسر فوق‌العاده است، فیلم، پوستر کی‌پاپ برای بچه های عاشق کی‌پاپ، دفتر، اصلا همه چیز داره، موزیک، فیلم. استاریز بورن هم اونجا پیدا کردم، فوق‌العاده است. اون برام گیتار رو، پسر خیلی جای خفنیه، دوستش دارم اینجا رو، اینجا خیلی دوست دارم. من اگه بذارم اینجا ساعت ها اینجا میمونم، اصلا نمیرم. اصلا موسیقی ارگ و پیانو کار نمی کنم اصلا. چه با حاله تشمام کار میکنه. امروز کلا من دارم میگردم دنبال آیفون، آیفون پیدا نمی کنم من، یا آیفون گولد. البته آیفون که خیلی هست، ولی من گولدش رو میخوام که متاسفانه گولدش تموم شده و نیست. اومدم مسقط مول، این دیگه بزرگترین مول مسقطه. چه لوستر خیلی قشنگی هم داره که یه مش پرنده دورش هم. این زاویه رو نگاه کن شما، خیلی قشنگه. کلا داخل پاساژ و مولای مسقط کلا همیشه نخ هست و نخ خیلی قشنگه. اوه چک دیس. اونم بالاخره من یه دونه آیفون گیرم میاد گلدش یا نه. آقا من داشتم توضیح میدادم اینجا رو، بعد اشتباه توضیح دادم، اومدم بتون الان این توضیح بدم که دوباره که اینجا رو آقا اشتباه توضیح دادم. اینجا نمایشگاهه. دیدیم ما همیشه مثلا چادر زدن که بهشون چیش مثلا جشنواره فجر رو ندیدید بیشه که مثلا میان چادرش میکنن، یه محصولی رو میارن در نشون دادن و فروش این حرفا. اینجا دقیقا همونه، ولی مثلا به سبک خیلی قدیمی و نمیدونم اینجوری درستش کردن. خیلی خفن و قشنگه پسر، خیلی قشنگه. که الان شما سفارش دادیم، چند تا مکدونالد سفارش دادیم و پشت من رو پسر یه چتره ببینین، چتر رو برعکس کردن. من خودم تازه دقت بهش کردم، متوجه شدم که چتره. بین همه این مکدونالد و ساندویچ مختلف اون وسط بستنی شیرازی رو هم میبینیم. این هم از شام امشب مکدونالد. یه این استارباکس شه، هر اسمش نوشته ستارباکس، بهتون نشون بدم. اوکی حالا ننوشته، باور کن نوشته بود، باور کن نوشته بود. همیشه که میدونید میخواد منو ضایع کنه، ولی من عکس میگیرم میذارم که ستارباکس بود.
اینم درب ورودیش بود که ازتون گرفتم. الان دیگه مجتمع خالی شده و اینجا رو نوینی بازم نخل و همه چی و خیلی جای قشنگیه. این بزرگترین مال ها. اوکی الان یکی هیچکی نیست. الان با یه خیال راحت میتونم ماسکو بدم پایین باهاتون صحبت کنم. اگه حالا سابسکرایب نکردید بهتر بهتون بگم که بهتر همین الان سابسکرایب کنید. چنل رو قراره کلی ولاگ بگیریم، کلی ویدیو دیگه بگیریم. من تا بتونم براتون ویدیو میگیرم. اینجا خیلی نمیذارن که ویدیو بگیری. 10 بار تا الان مامور اومده من گفته ویدیو نگیر، ولی خب من بازم میگیرم. I don't care. میخوام بهتون پولاشون نشون بدم. این یه 50 تومانی شونه، 50 ریال عمانیه، یه چیز در حد 50 تومن خودمون مثلا برای اینا. این 50 تومن قیمتش به پول ما میشه 3,700,000 تومن. عمان سومین پول دنیا رو داره. یکی از دلایلی که من بازم میگم عمان انتخاب کردم، واحد پول خیلی قوی و بزرگی داره. این چه خبر؟ 3,700,000 این میدین چقدر این؟ 3,700,000 تومن. 50,000 تومن اینا میشه 3,700,000 تومن ما. دیگه دلار داخل جیبش میذاره قشنگ. و یه نکته خیلی جالب دیگه اینی که داخل کامنت نوشته بودید که برو لباس خودشون رو بپوش، دشتاشه بپوش. مسئله چیزه، دشتاشه عمانی ها رو هیچ خارجی حق نداره بپوشه. دشتاشه مخصوص خودشون، جز فرهنگ خودشون، حق نداره بپوشید. ولی ماها میتونیم دشتاشه اماراتی بپوشیم. من خودم دشتاشه‌مو نبردم، گفتم که نه بابا برم اونجا بپوشم دشتاشه بپوشم. و یه چیزی که خیلی عمانیا بهش اهمیت میدن پلاک ماشینشونه. پلاکای اینجا دل بخواهی انگار انتخاب اعدادشون، و هر چی پلاکی که دارید عددش پایین تر باشه، یعنی رقمی باشه دو رقمی باشه، ارزش پلاک بیشتره. بعضی جاها حتی ارزش پلاک از خود ماشین بیشتر میشه. کشور عمان جوریه که فقیرنشین نداره اصلا، یعنی اصلا کشور فقیری نیست. شما هیچ گدایی نمیتونید داخلش پیدا کنید. خرید ماشین برای همه امکان پذیره. لکی مدل خیلی بالای بالاش مثلا همه بتونن بگیرن، پورش مثلا یا رو همه بگیرن، ولی همه میتونن اینجا ماشین بگیرن. واسه همین فرق بین ماشینا فقط روی پلاکاشونه. یعنی دو تا پورش ممکنه کنار هم باشن، جفتشون یه مدل باشه، ولی اونی که پلاکش رونتره یا مثلا یه رقمی دو رقمیه، اون ارزشش بیشتر از بقیه است.